النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لعنت و نفرین الله بر یهود و نصارا که قبور انبیای خودشون رو مساجد و محل عبادت قرار دادن. نعم اتخاذ القبور مساجد كيف يكون؟ چطور این امر تحقق پیدا میکنه که کسی قبور رو محل عبادت و مسجد قرار بده؟ اما بان يسجد عليها، بدین شکل که بر اونها یعنی بر این قبور سجده بکنه. لان اي مكان تسجد فيه فقد اتخذته مسجدا، هر جایی که سجده بکنی این بدین معناست که در حقیقت اونجا رو مسجد و محل سجده قرار دادی. او يبنى عليها مسجد على القبور، یا شکل دیگرش اینه که بر اونجا یعنی بر قبور مسجد ساخته و بنا بشه. اذا هذا الوعيد وهذا النهي في من اتخذ قبور الانبياء مساجد، لذا این وعید و هشدار درباره کسی است که قبور انبیا علیه السلام رو محل سجده، سجدگاه و مسجد قرار بده. فما بالنا بمن هم دون الانبیا و رسل علیه السلام، پس وای به حال اونهایی که قبور کسانی رو که به مراتب پایین تر از انبیا علیه السلام هستند، قبور اونها رو سجدگاه و مسجد و محل عبادت قرار میدن. و قال علیه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، یعنی لا يمكن ان ندفن فيها موتانا. و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که خانه هایتان را قبرستان قرار ندید، یعنی اموات خودتون رو در خانه ها دفن نکنید. الله سبحانه وتعالى يقول وان المساجد لله، الله متعال میفرماید که مساجد از آن الله متعال است. لا يمكن ان تكون هذه المساجد لغير الله، و نباید این مساجد برای غیر الله باشد. تكون قبور للصالحين للاولياء للانبياء ورسل عليهم الصلاه والسلام، والله لا يمكن بهذا اصبحت المساجد ليست لغير الله، ليست لله سبحانه وتعالى. بنابراین نباید مساجد محل قبور انبیاء علیه السلام باشد، و اگر اولیای الهی قبور اونها یا قبور انبیاء علیه السلام مسجد قرار داده شود، در حقیقت این مساجد دیگر برای الله نخواهد بود. لابد ان المساجد اذا ادخل اي احد من الناس فيها قبر كائنا من كان لابد ان يخرج هذا القبر، لذا هر کسی اگر وارد مسجدی شد که در اونجا قبری رو دید، قبر هر کس که باشه، قبر پیامبر یا هر کسی دیگری، لازم هست که اونجا رو ترک بکنه. اذا كان لدينا قبر ثم بني عليه مسجد لابد ان يهدم المسجد لانه هو المتعدي، لابد ان نزيل المتعدي. لذا اگر جای قبری وجود داشت و بر اونجا مسجدی ساخته شد، اون مسجد خراب میشه، چرا که مسجد بر اون قبر ساخته شده و در این چنین حالتی مسجد خراب میشه و مسجد بر قبر ساخته شده و این درست نیست. والله اعلم.